بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. 19 درس از سلسله دروس آنلاین اولتراساوند و 5 درس از بخش کبد و 2 لکچر از بخش مالیگننت هیپاتیک نیوپلازم. قبل از آغاز درس یک یادآوری را دوباره تکرار میکنیم که در سشن گذاشتم به او اشاره کردیم که گروپ واتساپ حذف کردیم و دکتر سبایی که سوالات مشخص، تبصره ها و نظریات دارن میتونن در چینل یوتیوب در زیر هر ویدیو نظر خود شریک بسازن یا سوال خود مطرح کنن. انشالله همو برشان جواب خود دادیم و یا هم در ویدیوهای بعدی به او سوال های مشخص جواب خود دادیم. ما در سشن های گذاشته فوکال هیپاتیک لیژن ها را شروع کردیم و انشالله امروز به بخش آخرش میرسیم. ما در مورد نانیوپلاستیک فوکال هیپاتیک ماسز به جزئیات صحبت کردیم، بعد از او بیناین نیوپلازم ها را خواندیم و بعد از او در سشن گذشته از جمع مالیگننت نیوپلازم ما میتاستاز ها را به دیتیل تشریح کردیم. امروز در مورد 5 نوع دیگه معمول یا حداقل شناخته شده فوکال هیپاتیک مالیگننت لیژن ها صحبت خواهد کردیم. اولین تومور مالیگننت پرایمری کبد عبارت از هیپاتوسلولار کارسینوما می باشه که برش هیپاتوما هم میگن. 5 مالیگننسی معمول در سطح دنیا هست و 3 دلیل مرگ های ناشی از سرطان ها. طبعا در دنیای ما در کشورهای که افغانستان هم از جمله است به او وفرتی که در دنیای غربی وجود داره هیپاتوسلولار کارسینوما وجود نداره، اما باز هم یک نون انتیتی هست. چون 90% هیپاتوسلولار کارسینوما ها در یک سیروتیک لیور به وجود می آیند، از او خاطر پریدیسپوزینگ فاکتورهای از او یا دلایلی که کبد به طرف سیروز می بره خیلی مهم هست. در کشورهای زیاد مثل افغانستان هیپاتیت بی و سی دلایل به خاطر هیپاتیک سیروز است که زمینه را به خاطر اشتیسی هم مهیا می سازد. اما در دنیای غربی الکول ابیوس از عبارت از معمول ترین کازش هست که سبب هیپاتیک سیروز است و بالاخره زمینه مساعد به خاطر هیپاتوسلولار کارسینوما می باشد. برلاوی از این نان الکولیک فتی لیور دیزیز هم می تواند که دلیل برازی انتیتی باشد. اسباب یا عوامل مساعد کننده غیر معمول عبارت از هیموکروماتوز، ویلسون دیزیز و همچنان تایپ 1 گلایکوژن استوریج دیزیز هم میتونن باشن. از نظر پترن رشد هیپاتوسلولار کارسینوما ها میتونن نموهای متفاوت یا سیر رشد متفاوت داشته باشن. میتونن سولیتری باشن، یعنی در یک مریضی که نموهای به خاطر یک لیور سیروز داره که انشالله دیفیوز لیور دیزیز خود خواندیم، ما در داخل کبد فقط یک کتله مشخص یک دانه را میبینیم که میتونه یک HCC باشه. میتونه ملتی فوکال باشه، پیش یک مریض چند دانه لیژن متفاوت دیده شوه. چندین دانه لیژن ممکن ما پیش یک مریض ببینیم. ملتی فوکال انتیتی باشه. میتونه دیفیوز انفیلتریتینگ باشه. این کسی که آمده کتاب اولتراساوند در ریکویزیتی را گرفته که گفته ای را دیفیوز انفیلتریتینگ HCC بوده که به اولتراساوند تشخیص نشده. در اولتراساوند ما چیز را که میبینیم که یک شرانکن لیور هست، مارکت مارجینل نودیولاریتی داره، اسایتس داره و هتروجینس کورس تکسچر داره. بعد از که برای از او امارای صورت گرفته، در امارای تایید شده و در امارای واضح شده که این یک دیفیوز انفیلتریتینگ هیپاتوسلولار کارسینوما داشته. پس میتونه از سولیتری تا دیفیوز هیپاتیک انوالومنت همه انواع از ایره ما ببینیم و داشته باشیم. تیپیکل پترنه که به HCC هست او میگه که a large dominant lesion with scattered smaller satellite lesions. A large dominant lesion with multiple smaller scattered satellite lesions. اینی میگن که یک تیپیک فیچر است برای هیپاتوما. اگر به این شکل دیدیم اینا را ما زیادتر به این طرف فکر میکنیم. یک کتله کلان برجسته و در پلویش کتلات کوچک متعدد. پس میتونه از یک دانه تا به این انواع فیچرهای پترن دیستریبیوشن HCC را ما داشته باشیم. از لحاظ نمای اولتراساوند وریبل هست و سپیسیفیکنس، یعنی یک نمای مشخصی که ما داشته باشیم بگوییم که اینمی فیچر اگر دیدیم حتما HCC است، اتو یک چیز وجود نداره. کلانترین کمک کننده ما چی هست؟
او عبارت از نشانی ها یا علائم کرونیک لیور دیزیز یا لیور سیروزیس هست. ده یک لیور سیروتیک ما هر کتله را که میبینیم ما مشکوک میشیم که میتونه HCC باشه، مگر اینکه پروون شوه که نه HCC نبوده و یک چیز دیگه بوده، یا با مودالیتی های ایمیجینگ پیشرفته مثل سیتی سکن و امارای و سایر ماینات، یا هم حتی با بایوپسی پروف شوه و یا هم الفا فیتوپروتین کورلیشن وجود داشته باشه. ده غیر از او ده یک بگراوند سیروتیک لیور ما به هر کتله مشکوک میشیم که میتونه HCC بوده باشه، چیزی که قبلا یک وقت گفتیم در سشن های قبلی که well defined less than 3 cm homogeneous echogenic mass legend لیور میتونه یک هیمنجیوما باشه تیپیک فیچر. اما وقتی که لیور را میبینیم که تو ایرگولر مارجن داره و فیچر برای کرونیک لیور دیزیز داره، ما دیگه ایره مشکوک میشیم که میتونه یک HCC باشه، ای echogenic legend میتونه HCC باشه و ای echogenic legend میتونه HCC باشه. پس میتونه از ایکوجینیک گرفته تا ایزو ایکویک تا هایپو ایکویک تا یک لیژن هتروجینس کامپلکس که نسبتاً ساحات هایپو ایکویک داره و ساحات هایپر ایکویک که ممکن است باعث هیموراج بوده باشه، تا به این شکل ساحه متفاوت و هر نوع فیچر میتونه داشته باشه. یکی از کریتریه های دیگه که میگن ما را به نفع HCC میتونه که ذهن ما را تغییر بده و عبارت از وینس انویژن است. یک هیپاتوسلولر کرسوما میتونه که وینس انویژن داشته باشه، یعنی انویج کنه، تهاجم کنه به وین ها، یا پورتال وین یا هیپاتیک وین. میگن که این جمله از کتاب اولتراساوند در ریکویزیت است، میگه intravenous soft tissue with a hepatic mass strongly suggests HCC. اینی ایمیج هست از امی کیس، یک کتله کلان را ما میبینیم در این سگمنت لیور که هر کدام سگمنت هست من نمیفهم، اما این جانچ که میبینیم یک ویزل هست، یک وین هست، یک وین هست و معلوم میشه که هیپاتیک وین هست چون جدار ایکوجینیک زیاد نداره. در داخل از اون ما سافت تیشو متریال را میبینیم، پس این یک تومور ترومبوز هست. این تومور ترومبوز وقتی که در داخل وین باشه و ما در داخلش یک کتله خود پرایمری کبد داشته باشیم، در داخل کبد این کتله را ما زیاد میریم به طرف HCC. چرا؟ به خاطر اینکه می کتابا میره گفته یک هیپاتیک ماس داریم و در پولیش هم انتراوینس سافت تیشو داریم، پس میگن هایلی یا استرانگلی سجست HCC میکنه و ما هم به اساس همی پسیبلتی زیاده به طرف HCC به مریض میتیم. طبعا میتونه که تومور ترومبوز سکندری باشه، مثلا یک مریض رینل سل کرسنوما داشته باشه، تومور ترومبوز به آی وی سی داشته باشه و بالاخره به هیپاتیک وین، و داستان جداگانه هست. اما اگر یک کتله دا داخل کبد بود و در پولیش در وینا ما دیدیم، میریم به طرف ای یک فیچر که کمک کننده هست و یک جمله که میتونیم از او پیام را بگیریم. دومین مالگننت تومور یا دیجه به ترتیبی که اگر میتونست از اول بگیریم و HCC را دو، فایبرو لامیلر کرسنوما را سه میگیریم و همین ترتیب تعقیب میکنیم. فایبرو لامیلر کرسنوما چی هست؟ از لحاظ حجروی اونمو هیپاتوسلولر کرسنومایی هست که از هیپاتوسیت ها منشأ میگیره و اونمو رقم پاتولوژیکل فیچر داره. آنچه که تفاوتش از فقط یه است که در بگراوند سیروتیک لیور نیست، در بگراوند نارمال لیور به وجود میه. ای تومور نازیبا اصلا احترام به این نمیگذاره که مریض خو سیروز نداره، کرونیک لیور دیزیز نداره یا هرچی بگراوند مسابقه برش نداره. پیش یک فرد با یک لیور نارمال تومور فایبرولر میلر کرسنوما به وجود میاد که یک مالگننت تومور هست. چی کلوهایی داریم که ما را کمک میکنه که به این طرف حد اقل فکر کنیم یا ذهن خدا ببریم؟ اویی است که یوزوالی سولیتری هست، در حالی که ما میتونستیم که هیپاتوسلولر کرسنوما ها اونو فیچرهای داشت که ملتی فوکال میتونه باشه و ساتلایت و ایتو گپا. و مسئله خوبی که داره اویی است که پروگنوزش نسبت به HCC خوب تر است. در اولتراساوند کریتیری هایی که میتونه حداقل به ما کمک کنه، با وجود از هم که ما در یک مریض که لیور نارمال داره و ما یک کتله را داریم، ما کوشش نمی کنیم که با اولتراساوند خیلی زیاد یگانه سسپیشیس خدا و یگانه سجستشن خدا فایبرولامیلر کرسنوما بدیم، چون ما این دفعه کدام کلوی نداریم. در مریضای قبلی خود گفتیم ما کلو داشتیم که مریض
already feature به خاطر chronic liver disease داشت، ما کتله را به طرف HCC suspicious می بردیم. این دفعه که clue به خاطر chronic liver disease نداریم، پس ما fibrolamellar carcinoma را خیلی زود در راپور خود ذکر نمی کنیم، بلکه کتله را می بینیم و می تانیم که حداقل suspicious شد و یک level داشته باشیم پیش خود. در ultrasound چه رقم است؟ large, solitary, well defined and lobulated mass هست. تکسچرش متفاوت میتونه باشه از ایکوجینیک تا هایپویکویک. چیزی که دو چیزی که با ما کمک میکنه، یکی سنترال سکار هست. سنترال سکار از این میتونه یک ساحه نسبتا هایپویکویک تری را ما در داخل کبد در یک قسمتی ببینیم و این میتونه که هایپریکویک باشه سنترال سکارش، ببخشید نه هایپویکویک. و معمولا میتونه این کلسیفیکیشن داشته باشه، مثل که اینجا هم کلسیفیکیشن داره. این سنترال سکارش فایبروتیک تیشو است، از بخاطر هم اونو هایپریکویک تر دیده میشه. در ایمیج های اولتراساوند ما وقتی که یک لژن را مثل که اینجا دیده، یک لژن را نشان میده که هتروجینس است، قسمت های سالید داره، کلسیفیکیشن داره، قسمت های نکروتیک داره. این بالکل میتونه یک میتاستاز باشه و حتی میتاستاز های کلسیفیکیشن داشتن ما در سیشن قبلی گفتیم. پس ما به اساس از این فیچر خیلی زیاد زیاد هم نمیریم، اما برای ما کمک کرده میتونه که اگر دو سه دیفرنشیال میتیم، یکی را هم در ذهن ما فایبرولامیلر کارسینوما را میتونیم داشته باشیم. این یک کیس نون از این است که سیتی اسکن تایید کرده، این کیس هم از کتاب بوده از او خاطر ایجا آمده، این کیس هم از Diagnostic Imaging GIT Gastrointestinal Tract است. یک فیچر زیبای یک فایبرولامیلر کارسینوما را برای ما نشان میده. یک کتله هست که یک سنترال سکار داره که در ارلی فیز انهانس نشده و این دات هایی که نشان میده کلسیفیکیشن ها است. بعدا به همین مریض که بعدا ایمیج دیلی گرفته شده، این نیچر سکار همی رقم است که سکار از اینا دیلی انهانسمنت داره. ام دفعه اونو قسمت دیلی را واسطی را میبینیم که انهانس شده و کلسیفیکیشن باز هم نشان داده. این یک کلوی هست که در ایمیجنگ که کانترست زرق میشه، در او میتونه ما اونو سکار سنترالا و این دیلی انهانسمنت سکارا اینا را ببینیم و به طرف عزیز سپیشل را ببریم و بگویم که میتونه فایبرولامیلر کارسینوما باشه. مالیگنانت تومور از نو ایچ سی سی با بگراوند لیور نرمال. لیمفوما چهارمین تومور مالیگنانت کبد، معمولا اینا در بگراوند یا در سیتنگ ادوانس دیزیز لیمفوما در قسمت های دیگه بدن به وجود می آید و معمولا از نوع نان هوچکن تایپش است. پرایمری هیپاتیک لیمفوما یعنی که دیگه ارگان ها انوالو نشده باشه و فقط از کبد شروع کنه. اینا زیاد معمول نیست و اگر دیده شود پیش مریضایی که ایمیون کمپرومایز هستند، مریضایی که اچ آی وی ایدز دارند، مریضایی که ترانسپلانت پیششون صورت گرفته، میتونن پیش از اینا به وجود بیاید. اما پیش افرادی که معافیت خوب دارند، ایمیونیتیشون نرمال است، معمولا اینا لیمفومای کبد در یک بکگراند به وجود میاد که ممکن سپلین انوالو شده باشه، لیمف نودای ابدومن، میدیاستین یا قسمت های دیگه بدن انوالو شده باشه، کیدنی انوالو شده باشه، باول لوپ انوالو شده باشه. از او خاطر اینی انوالومنت سایر ارگان ها با ما کمک میکنه که اگر در لیور هم فیچر شدیده ما به طرف لیمفوما بیشتر فکر کنیم. در لیور ما چی را میبینیم؟ میگن ملتیپل تارگت لیژنز اور هایپویکویک لیژنز که میتونه میتاستاز میمیک کنه. اینجا میبینیم یک دانه هایپویکویک لیژن، یک دانه هایپویکویک لیژن دیگه و یک تا هایپویکویک لیژن دیگه و در اینجا هم یک دانه هایپویکویک لیژن دیگه. حالا اگر همین رقم مریض اسکن کنیم و ببینیم که در ارگان های دیگه هم داریم به شکل لیژن ها را یا سایر فیچر هایی که بر لیمفوما میمونه، لیمف نود های سوپرا سانتیمتریک داریم، ما میریم این فیچر را از یک جای میکنیم به طرف لیمفوما میبریم. اتو نمیشه که ما در یک ارگان بگوییم که مثلا یک مریض اسپلین شکت لیمف نود های ابدومن شو فیچر شو بگوییم که لیمفوماست و لیور شو باز بگوییم که میتاستاز هست، بلکه کلانترین کمال سونولوژیستی است یا رادیولوژیست که وقتی که فایندینگ های متفاوت میبینه در جای مختلف اینا را با هم کمباین کنه. آیا کمباینشن از اینا یک معنی واضح را برای ما میده؟ خیلی وقتا زیاد بله، این میتونه ای کمباینشن کلش یک انتیتی را برای ما بگویی که او لیمفوما هست. یکان دفعه و به ندرت این لژن ها هایپر ایکویک میشن، هایپر ایکویک.
گاهی وقتا میتونه که سیستیک سپیس داشته باشن و ایره گفته که ریرلی این به ندرت کلسیفیکشن در اینا نادر هست و خیلی معمول نیست که ما پیششون ببینیم. یکان دفعه در لنفوما چون اینی تومورهای لنفوماتوز یا لژنهای لنفوماتوز بسیار هموجین هستن میتونن حتی مثل هیپاتیک سیستا دیده شوه، خصوصا در کرنی اگه داشته باشیم که انشالله در سشن کرنی خود خواندیم. ما خودم یک وقت سر شش تبا کردم که اینا را فکر کردم که یک مریض پولیسیستی کرنی دیزیز داره و قسیست های متعدد، اما در سی تی بوز سیست دیده نمی شدن. از او خاطر ممکن من حیث کاملا مثل سیست واره بر ما انی کویک دیده شود یا ترو ترانزمیشن بر ما بوده که ما را مغشوش نکنه و ما را گمراه نکنه. این فیچر های یک لنفوما هست. لنفوما چی را می بینیم؟ ما در یک بگراوند لنفوما دیزیز که سایر ارگان ها را دیده می بینیم و معمولا هایپویکویک لژن ها. وقتی که در لیور اینا را دیدیم ما سایر ارگان ها را هم می بینیم، سکن می کنیم و فایندنگ با هم یک جای می کنیم. پنجمین تومور عبارت از پریفیرال انتراهیپاتیک کولانجیوکارسینوما است. در سشن های گذشته یادتان انشالله که حتما هست ما در causes of biliary obstruction یا dilatation سنترال کولانجیوکارسینوما را کازش یک کاز برای دایلیتشن فکر کردم و خواندیم. حالا میتونه پریفیرال و انتراهیپاتیک کولانجیوکارسینوما داشته باشیم که اینا منهای مثل تومورهای کبدی دیده میشن. اینا معمولا از انتراهیپاتیک جکتومی هاین، اما از خود پریفری کبد در اطراف در یعنی در موقعیت نمی باشه که کامن بایل جکتا یا کامن هیپاتیک جکتا اینا را انوالف کنه و ما کلاتسکین تومور که قبلا گفته بودیم به اونا فکر کنیم. در اولتراسان ما چی را میبینیم؟ هوموجین است یا هتروجین است؟ ماسا میبینیم که ایرگولر باردر داره. چند چیزی که با ما کمک میکنه که یکی از کریتریاهایی که ما تا بال دستشن در لژن های دیگه نگفتیم ای جایی او را ذکر میکنیم، این کریتریای عبارت از کپسول ریترکشن هست. این توموری هست که کپسول کتله را به طرف خود کش میکنه، همین خود کپسول کبد را به طرف خود کش میکنه، ریترکت میکنه. یک انفیلتریتیو ماس هست، ویزل ها را کلش انوید میکنه، ما به خوبی ویزل ها را داخل از نمیبینیم. حالا ما نمیفهم که کدام پورتال برانچ پورتال وینچ کدام طرف رفته، از هیپاتیک وین کدام رفته، دکتا کدام طرف رفته، انوید میکنه، انفیلتریتیو اگریسیو تهاجمی لژن هست. و در سی تی و امارای کریتریای زیبایی که برای خود داره و عبارت از persistent delayed enhancement است. قسمت های از لژن با مرور زمان در ایمیج های دیلی بیشتر و بیشتر انهانس میشن. این تصویر اگر در نظر بگیرین پیش از این ما اونموت یک لژن را میبینیم، یک کریتریاش یه بود که اینا کپسول ریترکشن داشتن. یک کریتریای دیگه شم ببینیم که این قسمت ها را اینجا ببینین هایپو هست، یعنی نسبتا سیاتر معلوم میشه، اما این ایمیج که چند دقیقه بعد گرفته شده اما قسمت ها پرسیست کرده. در لژن های دیگه که هستن مثلا هیپاتو سلولار کارسینوما که قبلا گفتیم در ایمیجن کریتریای بسیار کلیر برای خود داره که ایرلی آرتریال انهانسمنت میتا و دیلید واش اوت میکنه. ای کاملا برعکس از اوست. ای در ایرلی فیز ممکن یک مقدارش انهانس شوی اصلا انهانس نشه، اما در ایمیجای دیلی پرسیستنت دیلید انهانسمنت برای خود نشان میتا و کپسولر ریترکشن اگر امروز شکل داشتیم ما به طرف یک پریفیرال و انتراهیپاتیک کولانجیوکارسینوما فکر میکنیم. لژن دیگه عبارت از بایلری سیست ادینوکارسینوما هست، یکی از چالنجینگ ترین نیوپلازم ها. دوستان عزیز هست که چرا این چالنجینگ است؟ چالنجینگ باختری از این است که خیلی وقت ما در مدل جای مختلف میتونیم با یک هیداتید سیست ببخشین با یک هیداتید سیست و یک سیستیک لژن دیگه کبدی مغالطه کنیم. اینا چی هستن؟ اینا مالیگنان ترانسفورمیشن بایلری بیناین بایلری سیست ادینوما هست. بیناین بایلری سیست ادینوما ها تومورهای بیناین کبد هستن که ملتی لوکیوریتی سیست ها می باشن و بیناین، اما اینا میتونن که ترانسفورمیشن کنن به طرف مالیگنانسی و سیست ادینوکارسینوما را بسازن. انتیتی ریر هست اما وجود داره، از او خاطر از این غافل نباشه. ما در ایمیجینگ چی را میبینیم؟ در هر مدل تی ایمیجینگ که هست مثل که یک کیسی سی تی سکنش هست ما چی را میبینیم؟ کامپلکس ملتی لوکیولیتید سیستیک ماسک در لیور هست، سپتشن داره و میورال کلسیفیکشن داره. ببینید ما ملتی لوکیولیتید سیستیک ماسک که سپتشن داشته باشه و حتی اول کلسیفیکشن داشته باشه، اولین چیزی که خصوصا در کانتکست افغانستان در ذهن ما شما میاد همیشه یک هیداتید سیست است. هم ملتی لوکیولیتید است، هم سپتشن داره و هم میورال کلسیفیکشن میتونه داشته باشه. از اون لحاظ ما این رقم اگه داریم با این گپ های پایینی که میخوانیم به این طرف هم یکان دفعه فکر بکنیم.
دیفرنشیال دیاگنوزا برش چی است؟ یک هیموراجیک یا انفکتید سیست از خاطر که کانتنت از این متانا هیتروجن باشه یا کلیر نباشه. یک انفکتید سیست باز هم کانتنت ابنورمال داره و سپتوهای تک با خود داره. پایوجینیک آبسه باز هم همون فیچر داره. سیستیک میتاستاز و هیداتید سیست هایی که من گفتم که معمولترین دیفرنشیال پیش ما امی هست. کلینیکال ایشویی که با ما کمک میکنه معمولا میگن که اینا در میدل ایجد وومن دیده میشه. در 90% یا بیشتر از 90% واقعات اینا در خانم ها هستن. پس ما اگر پیش یک خانم 50 ساله یک دانه سیسته که ملتیپل انترنال سپته داره و سپتایشان ظاهرن تک هست و یک اونجا هم کلسیفیکشن داره و خانم هم 50 ساله یا 40 ساله هست و سیستم فقط یک دانه است، ما یک کمی از هیداتید کمی دورتر هم شویم، به این طرف هم فکر کنیم. چند کریتریا با هم داریم. اولی که سپتایش گفتیم ممکن یک مقدار تک باشه، یک جدارش کلسیفیکشن داشته باشه، مریض خانم باشه و ایجش هم میدل ایج باشه و لژن هم یک دانه باشه. این کلوها با ما کمک کرده میتونه که ما بریم به طرف از این دیفرنشیل هم و مریض حداقل بگویم که امی حداقل سایتولوژی شو که چی را میبینه. دیاگنوستیک چک لیست چیزایی که کمک میکنه در دیاگنوز، لارج است، ویل دیفاین است، هوموجینس یا هتروجینس میتونه باشه، کامپلکس سیستیک مسا هستن که سپتیشن دارن و نودولاریتی. این نودولاریتی را متبال در سیستیک لژن ها مد سیشن های گذاشته اصلا این کلمه را به زبان نیاوردیم. حالی جا میگیم که جدارش در یک جای میتونه یک نودیول داشته باشه یا یک پاپیلری بلجنگ داشته باشه، یک پاپیلری گروت داشته باشه از جدار. این پاپیلری گروت در یک ایج مشخص پیش یک مریض سسپیشی است میتونه یک کلوی بر ما باشه که ما به طرف بایلری سیست ادینوما بریم. و آلموست آلویز سولیتری هم یک کریتریای دیگه، ما مریض 45 ساله خانم اسکن میکنیم و فقط در لیورش به این شکل یک سیستیک لژن میبینیم، در دیگه ارگانو هیچ چیزی نداریم. پس به طرف هیداتید سیست کمتر میریم چون نسنش و نهی هیداتید سیست ها معمولا ملتیپل. خوب در اولتراساوند فایندینگ گفتیم چی چیزایی که با ما کمک میکنه. سپتاهایش بسیار زیاد ایکوجینیک هستن، سپتاهایش بسیار زیاد ایکوجینیک هستن. یک تومور نودیول داره یا هم پاپیلری گروت داره یا نودیولاریتی و ایرگولاریتی جدار داره. جدار یک هیداتید سیست ما متوقع هستیم که بسیار سموت جدار داشته باشه. به این شکل نودیولاریتی و یا پاپیلری گروت یا پاپیلری پروجکشن ها اینا با ما کمک میکنه که به این طرف فکر کنیم. دیگه میورال یا سپتال کلسیفیکیشن یا هم فلوید لیول که چندین لیول فلوید داشته باشیم که اگر کانتنت فلوید یک لوکیولای با دیگه فرق کنه یا حداقل دمو یک سیست فلویدش کانتنتش در قسمت دیپندنت و اندیپندنت متفاوت باشه. و کامپلکس فلوید که یک مقدارش ممکن میگه که گفتیم انیکویک باشه، یک مقدارش هم انترنال ایکو داشته باشه، در یک مریض با سن مشخص و با کریتریهایی که در سلاید قبلی ذکر کردیم میتونیم به طرف بایلری سیست ادینوکارسینوما هم سسپیشی سببریم و مریض حداقل یک سایتولوژی چیز توصیه کنیم که اگر نبود که خوبی خوب، اگر بود یک چیز کلان هم مس نکردیم. چند لژن دیگه هم هست که اونا هم در جمع هیپاتیک نیوپلازمای مالیگننت میاین، زیاد معمول نیستن و ما هم بازم گپ میگیم که ما اگر کلوی مشخص داشته باشیم به یک طرف مشخص میریم. اگر ما یک جای پرایمری را دیدیم لژن های زیاد در کبد به طرف مالیگننسی میگیم. اگر کرونیک لیور دیزیز داشتیم به طرف ایچ سی سی میریم. اگر ما هیچ گونه چیز نداشتیم یک لژن ایکوجینیک دیدیم باز به طرف هیمنجیوما میریم. یا کلوهای دیگه که در چندین سشن گذاشته در غیر از او یک دانه کامپلکس لژن در لیور دیدیم ما کلینیک واضح برای ما نبود، معمولا ما به طرف فارتر ایمیجنگ ورکاپ میریم، سی تی و امارای اندیکیشن واضح و تیپیک به خاطر هیپاتیک مسهای کامپلکس و هیتروجینس و معمولا سولید داره. با یک هیداتید سیستی تیپیک پیش یک دختر 8 ساله و 9 ساله میتونیم با التراساوند اکتفا کنیم، اما پیش یک مرد 50 ساله با یک کامپلکس مس میتونیم به طرف فارتر ورکاپ بریم. کلینیکال کانتکست فرق میکنه و قضاوت به دست شما. ریفرنس های سشن ما و شما عبارت از التراساوند ریکویزیت و دیاگنوستیک ایمیجینگ گاسترواینتستینال تردیلیشن بود. به امید دیدار در سشن های بعدی و وقت خوش.